قطعه اورژانس بیمارستان میلاد هستیم، جایی که چادرای صحرایی برپا شده به علت اینکه در موج پنجم کووید به خاطر شدت و سرعت سرایت ویروس جهش یافته دلتا. ما روزانه حدود 2000 تا مراجعه به اورژانس بیمارستان میلاد داریم که 1500 تا این بیماران غیر کرونایی هستند. نزدیک 500 تا بیمار کرونایی داریم که یه تعدادی از این بیماران خب برشک بستری در بخش هستند. حدود 250 تا بیمار الان ما بستری در بخش داریم. بعد از اینکه وزارت بهداشت دستور عملی در جهت تزریق رمدسیویر سرپایی ابلاغ کردن، ما اولین کاری کردیم بخاطر اینکه در حقیقت بتونیم از بخش بستریمون بیشتر استفاده کنیم، کلینیک‌های تزریق رمدسیویر سرپایی رو راه اندازی کردیم. تعداد مراجعین به بیمارستان تقریبا به 1.5 برابر افزایش پیدا کرد. ناچار شدیم که برای افزایش تعداد ظرفیت کلینیک سرپایی رمدسیویر رو راه بندازیم. با راه اندازی این دو تا چادر که ما روزانه بین 250 تا 300 و بیمار جهت تزریق رمدسیویر در این چادرها داریم که متاسفانه هر روز به ساعت به ساعت تعداد مراجعات بیشتر میشه و ما با موج بیشتری از این بیماران روبرو هستیم. در حالی که این ویروس شدت سرایتش خیلی بیشتر از ویروس‌های قبلیه و مراجعینی که میان اینجا معمولا خانواده هستن، در هر اجتماعی که شرکت میکنن اکثریت اون اجتماع مبتلا میشن و به اورژانس یا به صورت خانواده یا افراد یک ساختمان به یک اورژانس مراجعه میکنن. این برای ما جالب بود. این چادرها نقش در حقیقت برای بحران، کمک به بحران هست. اینا خب تجهیزاتی که داره و هر شکل تجهیزات پزشکی کامل داره، تخت و مانیتورینگ و اکسیژن اینا ما کامل گذاشتیم، پرستار و پزشک نظارت میکنه. تهویه هم که تا جایی که میشه در حد چادر بشه رعایت کنیم. خب قطعا اون تهویه‌ای که ما میتونیم در یک فضای وسیع ساختمانی داشته باشیم در محیط چادر نمیتونیم داشته باشیم، ولی با همین وجود و هر شکل با مشکلاتی که داره ما روزانه بین 250-300 تا بیمار در حال حاضر کارشون انجام میدیم که احتمال داره که این آمار بیشتر هم بشه. درسته از بار انتظار مراجعین کم کرد، از ظرفیت تخت‌های بستری بیماران غیر کووید کم نشد، اما چیزی که این بعد اضافه شده بار کاری و فشار مضاعف روی پرسنل پرستاری ماست. متاسفانه ما این ویروس رو خیلی بهش سهل‌انگاری کردیم، در حالی که این ویروس شدت سرایتش خیلی بیشتر از ویروس‌های قبلیه. یک کار میشه کرد، محافظت خودمون رو چند برابر کنیم.